عزیزان در خدمتون هستم برای فعال مجموعه باغچه احساسیمون. دوستان با هم دیگه ببینیم در این مجموعه چه گلی به سرمون میزنیم و چه خبر هست امروز در انرژی ها. عزیزان دل، مثل همیشه خوش آمد میگم به دوستانی که تازه عضو کانال شدن. خیلی خیلی خوش آمدین و صفا آوردین و همچنین سپاس فراوان از شما دوست یاری که هستین در کنارم. دوستان، برای یک تبادل منصفانه اگر تا حالا عضو کانال نشدین اون دکمه یک سابسکرایبر فشار بدین و هم و حتما لایک کنین برای اینکه انرژی های شما رو جذب کنم و اگر امکان داره براتون کامنت بذارین. خب دوستان، در این فال مثل همیشه توضیح میدم موضوعی وجود نداره و همچنین میتونم بهتون بگم که نه موضوعی وجود داره و نه گزینه. ببینیم کارت ها چی بهمون میگن دوستان. خب سخنم کوتاه میکنم، بریم ببینیم چه خبر هست در باغچه‌مون. خب دوستان، نگاه کنیم با هم دیگه و ببینیم چه خبر هست. لطف کنین به شخص احساسیتون فکر کنین دوستان و اینکه من کارت ها رو مخلوط میکنم و ببینیم که چه خبر هست. این کارت ها رو میذارم کنار. اول کاری که میکنم دوستان، اولا یک کارت انرژی براتون میریزم و اینکه بریم ببینیم همچنین حالت های روحی دوتاتون به چه صورت هست. اگر شخصی مورد نظر ندارین دوستان، در نظر ندارین، به شخصی که ممکنه که وارد زندگیتون بشه فکر کنیم. ببینید که الان در چه حالی هست این شخص. خب ببینیم. خب یک کارتی از انرژی این رابطه من میکشم. و کارتی که سمبول شما هست و یک کارتی که برای به اون شخص میخوره. کارت بسیار زیبای فنیکس یا قفلوس افتاده اینجا. فنیکس یک پرنده افسانه‌ای هستش. فنیکس یکی از قدرت‌هایی که داره دوستان این هستش که وقتی هم بمیره، آتش هم که بگیره، از اون خاکستر خودش در میاد. در واقع ممکنه که رابطه ای هست که شاید تمام شده بوده یا اینکه به طور کلی مسئله هست که بین شما که واقعا مشکل بوده و الان دو مرتبه دارین انرژی میگیرین، دو مرتبه دارین چی میشه دارین، دو مرتبه مسئله داره سر میگیره توی زندگیتون با هم دیگه. توجه کنین کارت شما عزیزان دل فکر مغرور هستم و اینکه نمیخوام خودم رو زیر سوال ببرم و اینکه نمیخوام یک قدم به سمت شما بردارم، به سمت تو بردارم. یک سریاتون فکر میکنین به اندازه کافی اون کاری که باید انجام دادم و الان دیگه از من نیست که بخوام روی عشقی که به خودم دارم بخوام اون رو که چیز خیلی با ارزشی برای هر شخصی هست پا بذارم و کاری دیگه انجام بدم. من از کلمه غرور خوشم نمیاد دوستان، پس من اینو یه جور دیگه ترجمهش میکنم. اون شخص احساس میکنه که بی ارزش هست و احساس میکنه به درد هیچ چیز نمیخوره و ارزش و لیاقت شما رو نداره. در واقع ببینم پس شخصی هست که من فکر میکنم که در پشیمانی هستش، در یک سری از ندامت ها هستش و به اون کارهایی که کرده فکر میکنه و احساس بی ارزشی میکنه بسن. خب یه بار دیگه من کارتا رو مخلوط میکنم و ببینیم چه خبر هستش. من پشت کارت ها ببین دوستان، باز هم حرف از شروع دوباره میزنه. فنیکس این حرف رو به من میزد و این کارت هم این حرف رو به هم میزنه. خب ببین کارت دیگه بهمون چه میاد.
کارت بعدی حرف از زمان میزنه. ببینید من کارت ها رو میریزم، یه خط کارت میریزم و بعد براتون میخونمشون. برای من یک سریاتون هستن خیلی وقت هست، ممکنه که منتظر هستین، منتظر این شخص هستن، خیلی وقت هست دارم صبوری میکنم، خیلی وقت هستش که منتظر این هستم که جان دوباره بگیرم، منتظر یک مکالمه هستم شاید از جانبش دیگه، شاید اونچنان امیدی ندارم، ولی با همه این احوال اینقدر که منتظر موندم. و ببینید برای چی منتظر موندم؟ برای یک شروع دوباره، برای که جان دوباره بگیرم. وقتی این کارت برای من میفته دوستان، شاید واقعا رابطه‌ای بوده که تمام شده. پس خیلی وقت هست میگذرد و خیلی وقت هست که شاید شما از هم دیگه خبری نداریم. خبر خوب این هستش که برای شما ببینید در یک خط برای شما سه تا آرکان ماژور افتاد دوستان. پس مسائل مهم در راه هستن. خب یک سری شما دارین وارد دوره جدیدی میشین از زندگیتون دوستان با این شخص، و اینکه دارم میبینم که اینجا یک حالت معنویت دارین، امید دارم، آرزو دارم، باور دارم که دو مرتبه با گذشت زمان مسائل درست خواهند شد و بین ما همه چیز خوب و خوش و خرم خواهد شد. خب ببینیم کارت دیگه بهمون چی میگن. توجه کنید دوستان، اون شخص دارم میبینم که در مقابل شما باید انتخابی انجام بده. خب در مقابل شما باید انتخابی انجام بده، در شک و تردید کامل هست. دوبار این مسئله تاکید شده اینجا، از جانبی نمیدونم چی درسته چی غلط هستش و از جانبی در شک و تردید هستم، دیگه ایمان ندارم. میبینید دوستان یک مقدار این شخص انگار که در یک حالت درگیری درونی هستش. ببین شخصی هستش که پشت سرش نور هست، ولی از نور داره خارج میشه به سمت ظلمات میره. خب و خیلی وقت هستم که در مقابل یک انتخاب هست، به چه سمتی برم، به سمت تو برم یا به سمت شاید مسائل دیگه زندگیم برم، شاید چه کارهای دیگه هم این شخص داره که باید به اونها برسه. پس بنابراین شک دارم که اگر من با تو باشم شاید مسائل دیگه هم درست خواهند شد. برای یک سری در زندگی باید بهش برسم. برای یک سریاتون شاید الان در حال حاضر با همدیگه درگیر دارین، درگیر لفظی دارین دوستان، آنچنان که باید همدیگه رو درک نمی‌کنین. خب شکتون زیاد هست، اون قسمت خوب همدیگر رو نمیبینیم دیگه. خبر خوب این بالا این هستش که ببینید دارم قدرتمند میشین، دارین قدرتمند میشین، نه که دارم قدرتمند میشم، دارین قدرتمند میشین دوستان. ببینید کارتای دیگه چی بگم. بسیار زیبا دوستان، توجه کنید اینجا بالاخره پیروزی افتاده در این مسئله، در این رابطه. ببینید از جای از صبر شروع شد این خط و به یک تعهد، با یک تعهد اینجا پایین خاتمه یافت. دوستان توجه کنید اینجا میبینم که مسائل در راه هستن، پیروزی ها در راه هستن. بعد از یک دوره صبر، بعد از زمانی که شما احساس شکست میکردین در مورد این شخص و اون شخص هم به همین صورت، دارم میبینم برای شما پیروزی افتاده عزیزان. خب این شخص میدونین دوستان برای نمیتونه انتخاب کنه، در واقع مشکل انتخاب داره و خودش هم از این مسئله داره زجر میکشه. خب صبر میکنه، هم میخوام مسائل برام روشن بشم، در واقع این هست در سرش، مسائل براش دارن روشن میشن، موفقیت داره میرسه، یک موفقیت بسیار بزرگ، ولی در درون داره زجر میکشه. چرا؟ چون برای یک سریاشون با شما در سکوت هستن دوستان، برای یک سریاشون دوستان از یک شک و تردید دارن در میان و هنوز آنچنان که باید در نیامدن. به یک تعهد میرسین دوستان، ولی ببینین این شخص بسیار در سر خودش سردرگم هست. برای رسیدن به این تعهد دوستان از هفت خان رستم باید رد شد تا بهش برسید.
یا برای یک سریاتون دیگه دوستان، این شخص ببین در یک تعهد دیگه هستش و به خاطر اینکه اون تعهد رو بخواد رها کنه و به سمت شما بیاد دوستان، براش مشکل هست. حالا این تعهد حتما تعهد احساسی با شخص دیگه نیستش، ممکنه که تعهدهای کاری و یا چه مثلا دیگه توش داشته باشه. چرا میگم شما با این یک شخص به تعهد میرسین؟ البته توجه کنید دوستان، این فال ها فال های کلی و عمومی هستن. اون چرا که به شما میخوره برای خودتون نگه داره، اون چیزی که برای شما به شما نمیخوره دوستان بندازینش بیرون و اونها مال شما نیستن دوستان. خب ممکنه که این فال همش به شما بخوره، مقداری یا اصلا هیچ کدومشون. لطف کنین با درایت فال ها رو نگاه کنین عزیزان دل. خب و دارم میبینم به خاطر چه؟ به خاطر که پشت کارت ها حرف از چی هستش؟ حرف از شروع احساسی داره براتون میزنه با این شخص. خب اونا عزیزانی که مجرد هستین و کسی در نظر نداریم و به این شخص رو نمیخواین، اگرم که در جدایی هستین نمیخواین باش بهش برگردین دوستان، بدونی که شخص جدیدی داره وارد زندگیتون میشه، مسائل دارن شتاب پیدا میکنن. دو تا آس اینجا این پشت من دارم برای شما میبینم. خب دوستان به هر حال یک مکالمه افتاده اینجا، مکالمات افتادن. دارم میبینم که این شخص از این حالت سردرگمی و این حالت کشمکش درونی که داره برای خودش داره در میاد دوستان، به یک موفقیت داره میرسه و این خیلی مهم هست. از همه مهمتر این هستش که از این سردرگمی و از این کشمکش در بیاد و از این حالتی که با شما بخواد حالت استقامت کنه در بیاد، خیلی مهم هست دوستان. خب خب عزیزان، حالا بریم سراغ کارتای دیگه. من کارتا رو با کارتای آینه بینی میپوشونمشون. واسه همینه که احساس میکنه که لیاقت نداره، لیاقت شما رو نداره. چرا؟ چون پر از شما آنچنان مسائل برای شما روشن هست و برای اون شخص آنچنان تاریک و تار هست. هیچ کس جای هیچ کس نیست که بتونه اون یکی رو درک کنه. در واقع شما هم خسته شدین از یک صبوری بسیار، صبر کردم که مسائل درست بشن، باهات ساختم فلان، همه این چیزا هستش. بدونی که اون شخص احتیاج به وقت داره تا مسائل براش روشن بشن. خب ببینید من کارتا رو میریزم و بعد میشونم میخونم. کارتا دارم خودشون میریزم، بدونی که من بخوام تکونشون بخونم. ببین دوستان، این شخص کاملا براش واضح هستش. خب براش واضح هستش که ببینین یک سریاشون همجور که گفتم یا در تعهدات دیگه هستن و برای این که ببینین کارت قانون اینجا افتاده باز، از خودشون خیلی سوال پرسیدن در مقابل اون تعهداتی که جاهای دیگه دارن، حالا با شخصی یا در مورد مسائل دیگه تعهداتی دارن و اینکه عشق احساس اینجا برای شما افتاده اینجا، ولی از جانب دیگه احساس میکنن که شاید اگر که بخوام ببینید از خودشون اینقدر دارن میپرسن، سوال میکنن. از جانبی شما اون روحی هستین که اون پرش هستش و نیمه گم شده، چون تقریبا میتونیم بهتون بگیم. از جانب دیگه اگر من بیام به سمتتون، ممکنه که به دیگران باید به تعهدی یا تعهداتی خیانت کنم و مشکلشون این هست و این سوالات هستن، به خاطر همین این درگیری ها در درونشون هست و اینکه نمیدونن چی درسته و چی غلط هست. در واقع خب مشاجره، ببینیم کارت های دیگه. این شخص در حال حاضر دوستان توجه کنید، در حال حاضر در حال جنگ هست برای امضای چیزی، یا به دست آوردن یه مدرکی هست، یا قراردادی هست، یا کاری هست. به هر حال همونجور که حرف از تعهد می‌زدم، حرف از مسائل قانونی اون بالا بود، داره می‌جنگه. این مسئله تمام ذهن و فکرش رو درگیر کرده. ببینید درگیری‌های مغزیش همونجور که گفتم به خاطر تعهد یا تعهدات دیگه هستش، انرژیش رو داره جای دیگه این مصرف می‌کنه در واقع. خب و داره کاری انجام میده، چیز رو امضا میکنه و در حالت چی هستش؟ مذاکره هست، هست تا بحث و دعوا هست، شاید مشکلات قانونی جایی داشته باشه این شخص. خب به خاطر مسائل مادی هم ممکنه باشه دوستان، این مشاجراتی که داره، این قراردادی که شاید داره امضا میکنه یا مدرکی که داره
دستش میاد، به هر حال چیزی هستش که کمک میکنه که شاید درآمد بیشتری داشته باشه. خب ببینید کارتای دیگه بهمون چی میگن. واو بسیار زیبا دوستان. خط آخر تلاش کنید دوستان، بالاخره کلید سرنوشتش دستش هستش. میدونین دوستان کلید سرنوشتش دستش هستش و اینکه داره این درو باز میکنه، این درو باز میکنه به چه سمتی میاد؟ به سمت تغییر تحول میاد، تغییر تحول و برگشت. اونایی که رفتن قصد برگشت دارن و اینکه دارم میبینم که یک دستی با هم دیگه میده، نه اون چی که تو بخوای نه اون چی که من میخوام، یک چیز میانه ایمیون به وجود خواهد آمد. دوستان توجه کنیم برگشت تعادل در زندگی دوتاتون هم ممکن از اتفاق بیفته. توجه کنید اینجا این کارت بالا الکی فنیکس نیفتاد، فنیکس زنده میشه. کارت زن جان دوباره گرفتن این کجا بود؟ این بالا بود، این پشت بود افتاده بود. بله اینجا بود، این کارت بود که برای من مثل فنیکس میمونه تقریبا. و اینجا دارم میبینم برگشت به یک هارمونی، یک همسویی، یک دست دادن، دو مرتبه مسائل درست خواهم شد. اینجا بسیار زیبا هست این کارت. دارم میبینم این شخص برای اینکه به سمت شما بیاد باید از یک سری از مسائل رد بشه. همونجور که پشت اون اینجا دیده بودیم زمان و صبر احتیاج هست توی مسئله، زمان خواهد برد. اگر شما فکر میکنین که اون کاری رو که باید انجام دادین و زمانی که باید گذشته، پس دیگه نه منتظر باشین نه انرژی انتظار رو به خودتون بدین. دوستان برین زندگی کنین. اون شخص اگر که قرار باشه برگرد توی زندگی شما، برمیگرده ولی اینکه شما در یک تعهد دیگه باشین. همه چیز کائنات دست به دست هم میدن تا مسائل درست بشه و شما به هم دیگه بخواین برگردین. دوستان خب داره از خودش میپرسه که به سمت شما بیاد و یک دستی با شما بده. دوستان برگشت به سمت شما و برگشت و اینکه امضای یک مسئله، من با تو چیزی رو امضا میکنم یا به سمت تو متعهد میشم. دوستان امضای برای عشق. دوستان خب دو تا کارت وسط دوستان، کارت مرد افتاده و کارت قرارداد و یا امضا افتاده. این شخص با شما با یک سریاتون باهاش قرارداد روحی هم دارین. دوستان خب یعنی اینکه در یک رابطه روحی خیلی قوی با هم دیگه دارین. خب بریم ببینیم که کارتای دیگه بهمون چی میگن. برگشت عشق در زندگیش وجود داره. پیشرفت، ببین باز هم هر پشت کارت ها حرف از پیشرفت میزن عزیزان، ولی این پیشرفت، پیشرفت آنچنان به قول معروف سری و سری نیست. پیشرفتی ازش که یواش یواش و حل از اون وار جلو خواهیم رفت. مثلا نیستش که بخواد بر شما سوار موشک بشه بیاد. ببین کارت دیگه بهمون چی میگن. چیزی که الان در حال حاضر ممکنه که بین شما یک حالت بستگی وجود داشته باشه و مانعی که وجود داشته باشه دوستان، یکی که شاید تبادلی که با هم دیگه داشتین از نظر شاید کلامی یا نوشتاری یک مسئله اتفاق افتاده که باعث شده این شخص شاید دور بشه یا شما از هم دیگه دور بشین. از جانب دیگه این دوستان توجه کنید این شخص در جابجایی زیاد هست برای یک سریا و برای یک ببینید و مسائل مادی، موانع مالی و مادی داره این شخص. در واقع به دنبال اینجا دیدیم قرارداد هست، به دنبال شاید مسائلی هست بوده در گذشته هم به این صورت دوستان که مسائل مالیش جلو برن پیشرفت کنن. خب یک مانع بزرگ بر سر راهش بوده. خب بریم ببینیم کارت های دیگه چی بهمون میگن.
ببین دوستان، باز هم حرف از سکوت میزنه، اینجا هم به همین صورت مسائل مخفی. برای یک سریاتون دارم میبینم که این شخص داره میاد به سمتتون، یک دسته گل افتاده. دسته گل شکوفا شدن و پیشرفت مسائل به صورت زیبا هستش و در کنارش درخت هستش. مسائل پیشرفت خواهند کرد دوستان، ولی بسیار یواش. باز هم این درخت به این تنومنده یک شبه به وجود نیومده. خب در نگاهش این هست که این رابطه در رابطه بشه با اعتماد، رابطه شاید رسمی بشه با این کتابی که در کنارش هست دوستان، ولی زمان خواهد برد. بازم مسئله، مشکل ما مسئله زمان هست و بین یک سریاتون دوستان الان سکوتی وجود داره. این کارتی حرف رو به من میزنه. پشت کارت ها کلید افتاده دوستان، حرف از راه حل میزنه. راه حل، گشایش در مسائل. من برای سریاتون میدونم یک جای عمومی همدیگر رو میبینین. خب همدیگر رو میبینین و اینکه دارم میبینم که با همدیگه صحبت دارین، یک سریاتون هم با همدیگه موازه به بحث و دعوا باشه. برای یک سریاتون هم دوستان دارم میبینم که دوست داره مسائل پیشرفت کنه، چون خیلی سخت شده براش این سکوت. برای یک سریاتون مسائل جنسی با این شخص افتاده دوستان. خب و حرف از خانه میزنه. ممکنه که الان در حال حاضر، خب اون شخص به هر حال بیشتر در کنج خودش و برای خودش هستش و در این سکوت هست در واقع با شما، ولی مسائل دارن چی میشن؟ دارن درست میشن، دارن شکوفا میشن دوستان. خب مسائل جنسی برای یک سریاتون احتمالش خیلی زیاد هستش که با این شخص داشته باشیم، ولی همونجور که دیدیم زمان خواهد برد. و اینکه اگر این شخص رو دیدین دوستان، در مورد مسائل صحبت کردنتون مواظب باشه، چون شلاق همیشه حرف از دعوا هم میتونه بزنه. بحث و دعوا هم داریم. خب ببین، به هر حال هر چیزی که هستش دارم میبینم که مسائل شکوفا خواهند شد. این مسائل جنسی وقتی که بهتون گفتم اینجا با این دسته گل، من اینجا دارم میبینم مسائل شکوفا خواهند شد. آنچرا که دلتون بخواد دوستان با این شخص حالا خواهید داشت. طاقت فرسا هست، دارم میبینم آسان نیست مسائل بهش رسیدن، ولی زمان خواهد برد و با گذشت زمان این مسائل پیشرفت خواهند کرد در واقع. خب دوستان ببینیم که کارت فرشتگان عشق بهمون چی میگه. سکوت، اگر این شخص سکوت کرده، ببینیم که سکوتش برای خودش هم دردآور و رنجآور هست دوستان. خب برای خودش هم آنچنان آسان نیست، ولی متاسفانه در کارت های شما دوستان، کارت های انتظار زیاد بودن. انتظار زیاد. ببین دوستان، زمانی که شما همدیگر رو شناختین، احتمال اینکه این شخص در رابطه دیگه بوده یا از رابطه در اومده بوده تازه خیلی زیاد هست و به اون رابطه خیلی فکر میکرده. این کارت ها اینو داشتم میگفتم، دارم میگم برای من. در واقع داشتین همدیگر رو میشناختین. اون زمانی که ابتدای رابطتون دارم میبینم که مسائل واقعا هنوز به یک سری به زندگی گذشتهش داشته فکر میکرده این شخص، به اون تعهدات گذشتهش داشته فکر میکرده. ببین دوستان، دوست داره که برگرده با شما صحبت کنه این شخص و اینکه این نقاب و چهره واقعیش رو نشون بده و از اون حالتی که همه چیز رو پنهان کنه در بیاد و متوجه شده که
شما به شما علاقه داره و ببینید خیلی خوشبین هست در مورد رابطش با شما و حرف از آشتی میزنه اینجا برای یک سری تو آشتی و بالای آشتی حرف از تعهد داره میزنه اینجا. خب برای عزیزان مجرد ببینین براتون چیز افتاده، براتون عشق دوباره، عشق جدید افتاده و جذابیت و که شخصی که به سمتش بسیار جذب خواهین شد دوستان. خب این ممکنه که این قسمت از قضیه باشه. از جانب دیگه دوستان توجه کنه، اینجا من دارم میبینم که این شخص ممکنه که فرزند داشته باشه، ممکنه که رابطهش رو با شما از فرزندانش مخفی کرده بوده یا مخفی میکنه دوستان، و دارم میبینم که به سمت شما بسیار جذب هستن، میخواد یه شروع دوباره داشته باشه برای مسائل در مورد شما دوستان. خب در مورد زندگیش خوشبین، در مورد مسائل احساسش خوشبین داره باقی میمونه. ببینید وقتی که من کارت ها رو اون بالا میخونم، چهار گوشه کارت ها رو که بخونم، میگه باید زحمت بکشم برای یک تعهد و یک شروع دوباره داشته باشم، چون فرزند افتاده، کودک افتاده، همینطوره فرزندان باشه و همین که شروعی ساده برای یکی چی؟ برای اینکه برای عشق، برای که من لیاقت دوست داشتن رو دارم و تو هم لیاقت دوست داشتن رو داری، در حالی که اینجا داریم میبینیم که اون بالا میگفتش که من لیاقت دوست داشتن رو ندارم. خب دوستان این فایل شما بود، امیدوارم که تونسته باشم تا حدی براتون توضیح داده باشم مسائل رو. من روی ماهتون رو میبوسم و بهتون میگم روز روزگار خوش و تا فایل دیگه. خدا نگهدار دوستان.